فرمانده پلیس تهران روز چهارشنبه با اشاره به تغییر در چارچوب اقدامات و نگاه های جدید خود در جرایم امنیتی اعلام کرد که نیروی انتظامی دیگر کسانی را که شونات اسلامی را رعایت نمی کنند بازداشت نمی کند و برای آنها پرونده تشکیل نمی دهد. وی توضیح داد که در این رابطه پلیس روی کرده آموزشی در پیش گرفته و به جای بازداشت و تشکیل پرونده متخلفان باید در کلاس ها و کارگاه های آموزشی شرکت کنند. بنا به اظهارات وی تا کنون حدود 8000 نفر در جلسات آموزشی پلیس شرکت کردند. بر همین مبنا بیش از 280 هزار نفر از بین اعضای خانواده ها، دانش آموزان، کارکنان دولت و اصناف در این آموزش ها شرکت کردند. اگرچه در ظاهر امر اینطور به نظر میرسد که نیروی انتظامی در سالهای اخیر با افزایش ها و ایستای بازرسی و همچنین اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی اقدام به افزایش کنترل بر وضعیت بدهجابی و پوشش زنان در سطح جامعه کرده است اما بنا به اظهارات کارشناسان نظارت بر هجاب در سالهای اخیر به نحو محسوسی کاهش یافته است و پارامترهای نظارتی تنها در موارد بسیار محدود و بسیار علنی به کار گرفته می شود. به گفته کارشناسان اگرچه ممنوعیت بیهجابی در سطح نظام اجتماعی همچنان باقی است اما عملا نظارت زیادی هم بر نحوه پوشش و هجاب افراد وجود ندارد و گاهی افراد در وسایل نقلیه شخصی خود هجاب ندارند و در عین حال پوشش افراد در فضای بیرونی هم مثل سابق با محدودیت های گسترده مواجه نیست. به نظر می رسد که هجاب به یک مسئله لاینحل در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. و در عین حال که بنا به توصیه‌های کارشناسی بسیاری از گروه‌های پژوهشی و آسیب دولت جمهوری اسلامی باید به تغییرات اساسی در نگرش خود نسبت به حجاب اجباری دست بزند اما در عین حال به سبب نگرانی از برخورد شدید گروه‌های ارزشی جمهوری اسلامی عملا امکان چنین اقدامی هنوز مهیا نیست حالا با ایجاد تغییر در جرم انگاری بیهجابی از طرف نیروی انتظامی و پلیس تهران به نظر می رسد که به تدریج گامهای عملی در حسب هجاب اجباری در حال انجام است. ضمن اینکه قوانین روشنی هم در قانون مجازات اسلامی نسبت به جرمنگاری بیهجابی وجود ندارد و برخورد نیروی انتظامی و قوه قهریه با بیهجابی و بدهجابی بیشتر در چارچوب قواعد عرفی نیروی انتظامی صورت میگیرد تا بر اساس مجازات های شفاف نسبت به بد و بیهجابی پس از صدور دستور به نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص عدم اظهار نظر درباره وضعیت زلزله و ساخت و ساز در استانهای غربی کشور در پی وقوع زمین لرزه در غرب رئیس پلیس تهران روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه تهران اعلام کرد که اظهار نظر درباره زلزله و وضعیت گسل ها ممنوع است و با کسانی که در این باره سخن بگویند برخورد خواهد شد وی همچنین تاکید کرد ابراز نظر کارشناسی و علمی هم درباره موضوع زلزله مستثنا نیست و با افرادی که درباره زلزله بحث کارشناسی بکنند پلیس برخورد خواهد کرد به نظر میرسد این اظهار نظر پلیس تهران که در پی وقوع زلزله در این شهر و افزایش نگرانی های مردم از وقوع زمین لرزه احتمالی هفت ریشتری پایتخت صورت می گیرد در راستای جلوگیری از تشویش از عمومی است که در روزهای اخیر به خاطر نگرانی از آسیب های ناشی از زلزله پایتخت شدت گرفته این محدودیت ها در حالی صورت می گیرد که در حال حاضر به علت عدم اظهار نظرهای کارشناسی اطلاعات مردم در مقابل زلزله و آسیب‌های احتمالی از آن بسیار ناچیز است و مردم اطلاعات کافی درباره نحوه مواجهه با زلزله ندارند و لازم است که هرچه بیشتر اطلاعاتی در این زمینه به مردم داده شود. این اولین بار نیست که موضوعی مرتبط با جان و زندگی مردم از اطلاع رسانی در فضای عمومی منع می شود. اگرچه بیان دیدگاه درباره بحران‌های محیط زیستی و بحران آب به ظاهر امنیتی نیست و کارشناسان به راحتی در این باره اظهار نظر می کنند اما پرداختن بسیاری از کارشناسان به موضوعات حساس مرتبط مثل سدسازی و همچنین پروژه های ساخت و ساز در این حوزه که با نهادهای امنیتی و نظامی گره خورده است موجب برخورد با کارشناسان و متخصصان می شود و معمولا محدودیت هایی در این بررسی ها برای آنها وضع می شود همه اینها در حالی است که زمین لرزه پایتخت می تواند یک معزل مهم امنیتی ساختاری برای کل کشور ایجاد کند که اطلاع رسانی و آمادگی در مقابل آن می تواند از شدت این بحران حتمی بکاهد. کسانی هستند و انسان مشاهده میکنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار این یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار این هاست. اون وقت نقش به قول فرنگی معاب ها به خودشون میگیره. این کسانی که کشور در اختیارشون یا در اختیارشون بوده اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن باید پاسخگو باشن. در پی انتقادات اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران درباره قوه قضاییه و اظهارات وی در خصوص فساد دامنگیر این قوه علی خامنه ای روز چهارشنبه با انتقاد سریح از کسانی که بعد از خاتمه دوران مدیریت خود در جمهوری اسلامی به اپوزیسیون نظام تبدیل می شوند گفت نمی شود که کسی در ده سال همه امکانات مملکت را در اختیار داشته باشد و کاری نکند اما در ده سال بعدی از نظام انتقاد کند. او همچنین گفت که نمی شود که انسان در یک دهه همه کاره یک کشور باشد و در دهه بعدی تبدیل بشود به مخالف خانه کشور. این سخنان رهبر رژیم حاکم بر ایران در تعارض با بدیهی ترین اصل دموکراسی یعنی آزادی ابراز نظر است. در همه دموکراسی های واقعی جهان حاکم امروز میتواند اپوزیسیون فردا باشد بدون توجه به درستی یا نادرستی اقدام احمدی نژاد این حق قانونی است که نسبت به اوضاع فعلی و عدم صلاحیت رئیس قوه قضایی اظهار نظر کند در این حال رهبر رژیم با اشاره به مدیران فعلی و قبلی جمهوری اسلامی گفت چه کسانی که در حال حاضر امکانات جمهوری اسلامی را در اختیار دارند و چه کسانی که در گذشته این امکانات در اختیار آنها بوده است حق ندارند در جایگاه مدعی قرار گیرند آنها در جایگاه پاسخگو هستند نه در جایگاه مدعی اگرچه خطاب اصلی رهبری جمهوری اسلامی در سخنانش در ظاهر احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق بود اما در عین حال با انتقاد از مدیران فعلی جمهوری اسلامی که از وضعیت انتقاد می کنند نظر می رسد که تلویحا از آقای روحانی که او نیز گاه یکی از منتقدان سیاست های جمهوری اسلامی است انتقاد کرد او در عین حال با اشاره به اینکه نمی شود همینطور بی هوا این قوه و آن قوه را بدون هیچ تمیزی محکوم کرد گفت هر بچه ای می تواند سنگ بردارد و شیشه ها را بشکند آقای خامنه ای اما از ملامت کردن کسانی که یک بچه را در رأس قدرت قرار می دهند و برای حفظ او کشور را به خاک و خون می کشند و در رأس آنها خودش خودداری کرد. وی همچنین گفت همه مدیران جمهوری اسلامی از اول تا امروز خدمات مهمی انجام دادند و صدماتی هم زدند. و انسان باید خدمات دولتی ها و قضایی ها و مجلسی ها را در طول زمان هرچه بوده سپاسگزاری کند صدمات را هم باید نقد کرد منتها نقد منصفانه و مسئولانه نه نقد همراه با تهمت او همچنین با تاکید به اینکه ملاک وضعیت حال افراد است تلویحا از حمایت های پیشین خود از احمدی نژاد نیز دفاع کرد علی خامنه ای با دفاع بی لفافه و حیرت انگیز خود در سال 88 از آقای احمدی نژاد انتقادات زیادی را از آن زمان به بعد متوجه خود کرده است. بسیاری به او انتقاد کردند که در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی وی حق نداشت که از تریبون رسمی حمایت آشکار خود را از یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری به طور علنی اعلام کند. در عین حال آقای خامنه ای اولین فرد نیست که با وجود حمایت های گسترده پیشین از محمود احمدی نژاد در سال اخیر به مخالف و منتقد او تبدیل شده است. چند روز قبل محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تخلفات احمدی نژاد گفته بود حکمت صبر قوه قضاییه در مقابل احمدی نژاد در آینده نچندان دور روشن می شود. و همچنین با اشاره به اینکه این صبر این و عدم اقدام که مورد توقع بسیاری از مردم است حکمتی دارد گفته بود که اقدام درباره این پرونده وظیفه مدعی العموم است و نیاز به شکایت خصوصی ندارد حال با اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص که ملاک حال افراد است و با وجود انتقاد تلویحی او از احمدی نژاد برخی تحلیلگران معتقدند که برخورد قضایی با احمدی نژاد ممکن نیست وارد مرحله جدی و تازه‌ای بشود پیش از این دادستانی کل کشور و دادستان تهران از تخلفات مالی سنگین و چند هزار میلیاردی محمود احمدی نژاد خبر داده بودند اما ظاهرا رئیس جمهوری پیشین اسنادی از بیت و بزرگان نظام در دست دارد که مجازات او را زیر سوال برده است. در پی انتشار جزئیات لایحه بودجه سال 97 و انتقادات گسترده از ردیف سنگین بودجه دولتی حوزه های علمیه، آیت الله مکارم شیرازی روز چهارشنبه در درس خارج فقه خود با اشاره به اینکه تاکنون یک ریال بودجه دولتی نگرفته است گفت پرداختی به طلاب به عنوان شهریه از محل وجوه دریافتی شرعی و همچنین کمکهای مردمی برای ساخت و سازها انجام می شود و از بودجه دولتی برای پرداخت شهریه به طلاب استفاده نمی شود. می همچنین با ابراز تأسف از دروغهایی که در فضای مجازی منتشر می شود تاکید کرد. تلاشه به این است که استقلال حوزه را از نظر مالی حفظ کند. آیت الله مکارم شیرازی یکی از مراجع دولتی است که اقدامات اقتصادی او سال هاست که مورد انتقاد قرار دارد و بحث های زیادی درباره ثروت افسانه‌ای او منتشر می شود. بسیاری مافیای شکر را متعلق به او می دانند و به این سبب وی سلطان شکر کشور نام گرفته است و معتقدند که آسیب به بازار شکر و نیشکر در کشور به خاطر رانت ویژه او در واردات انحصاری شکر به کشور است. لقب ناصر عبال مکارم شکرفروش شیرازی که از سوی مدیر شبکه ایران فردا به او داده شد همکنون همچون توصیف تحبه آرادان برای احمدی نژاد مقبولیت عامه یافته و همواره از سوی مردم مورد استفاده قرار می گیرد. وی تاکنون همیشه این اتهام را رد کرده است و بارها تاکید کرده است که هیچ یک از بستگان نزدیک او در معاملات سنگین اقتصادی در کشور مشارکتی ندارند. تکسیبیه آیت الله مکارم شیرازی در خصوص استقلال مالی حوزه و تاکید او بر پرداخت شهریه ی طلاب از محل وجوهات و نه دولتی در حالی مطرح می شود که بسیاری از مدافعان ردیف سنگین بودجه دولتی حوزه های علمیه در لایحه بودجه 97 در دفاع از این ردیف بودجه ضرورت پرداخت شهریه به طلاب از طریق بودجه دولتی را مطرح می کنند و معتقدند که طلاب نیز مانند دانشجویان باید بتوانند برای تحصیل از امکانات دولتی استفاده کنند. این در حالی است که وابستگی حوزه علمیه به اقتصاد دولتی یکی از انتقادهای جدی است که همواره به حوزه علمیه وارد می شود و منتقدان اعتقاد دارند که یکی از دلایل آسیب دیدگی حوزه علمیه پس از انقلاب همین عدم استقلال و وابستگی مالی حوزه به دولت است که در سالهای پس از انقلاب ایجاد شده است. در پی حمله چند روز قبل تعدادی افراد ناشناس به یک کنیسه در شیراز، فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی روز چهارشنبه با صدور یک بیانیه مشترک این حمله را محکوم کردند و با ابراز نگرانی عمیق از بی احترامی به کتاب دینی خواستار برخورد مقام جمهوری اسلامی با عاملان این اقدام شدند. در این بیانیه با اشاره به ضد یهود بودن این اقدام از جمهوری اسلامی خواسته شده است که در خصوص حفاظت از عبادتگاه ها اقدام لازم صورت پذیرد در همین راستا گفته شده است که طی این حمله دو تورات مقدس مورد اهانت قرار گرفته و پاره شده و کتاب های مقدس در توالت انداخته شدند این اعتراض از سوی جامعه یهودیان آمریکا و ایران در حالی صورت میگیرد که جامعه جهانی اهانت به مقدسات و کتابهای مقدس را معمولا وارد نمیداند و معتقد است در راستای آزادی بیان نمیتوان مانع از برخورد افراد با امور مقدس سایر ادیان شد در درگیری های فرقی و عقیدتی در سراسر جهان تا کنون بارها قرآن که کتاب مقدس مسلمانان است مورد اهانت و توهین قرار گرفته و حتی بارها آتش زده شده است اما مقام های مختلف و نهادهای مختلف دینی در جهان کمتر این اقدام را محکوم کردند و بارها گفتند به علت حمایت از آزادی بیان نمیتوان مانع از انجام چنین اقداماتی شد نخست وزیر ترکیه در سفرش به عربستان با ملک سلمان پادشاه عربستان و محمد بن سلمان ولیعهد دیدار کرد. به گزارش رویترز بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه با محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان دیدار کرد و گفت بن سلمان به زودی به ترکیه سفر می کند. وی تاکید کرد سفرش به ریاض به رغم کوتاه بودنش مسمر ثمر بود. نخست وزیر ترکیه اظهار داشت ترکیه و عربستان از مدت ها پیش دو کشور محوری در راستای برقراری صلح و ثبات در منطقه بودند یلدریم دیدار یک ساعت و نیمه با محمد بن سلمان در کاخ سلطنتی در ریاض داشت این دیدار در میان تنش رسانه‌ای میان دو کشور انجام گرفت طی روزهای اخیر تنش بین عربستان و ترکیه افزایش یافت و به وجود اظهارات رسمی از سوی دو طرف رسانه های این دو کشور وارد جنگ علنی شدند که قبلا سابقه نداشت. به گزارش رویترز نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت که اسرائیل هرگز به ایران اجازه نمی دهد حضور نظامی خود در سوریه را تقویت کند وی افزود ما از طریق پایبندی به سیاستی روشن امنیت خود را حفظ می کنیم و هرگز به ارتش ایران اجازه نمی دهیم در سوریه مستقر شده و از آنجا به ما حمله کند نتانیاهو گفت ما برای جلوگیری از تولید سلاحهای هوشمند و مرگباری که ما را هدف قرار می دهد تلاش خواهیم کرد. او همچنین گفت امروز نیروی هوایی اسرائیل در اوج قدرت خود به سر می برد و بهترین ابزارها، تکنولوژیها و بهترین جنگنده ها و خلبانها را در جهان دارد. او سپس افزود: نیروی هوایی اسرائیل از توانایی های عالی دفاعی و حجومی برای رسیدن به اهداف دور و نزدیک برخوردار است. اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است بشار اسد رئیس جمهوری سوریه یک تروریست است و ادامه همکاری با وی غیر ممکن است اردوغان که در سفر دوره‌ای خود به کشورهای آفریقایی به تونس رفته و در مذاکرات افزایش همکاری اقتصادی شرکت کرده بود در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با باجی قائد السبسی همتای تونسیش در پاسخ به سوالی درباره چگونگی حل بحران سوریه گفت مردم سوریه چگونه میتوانند با بشار اسد که مسئول کشدار حدود یک میلیون سوری است به آینده بنگرند و با او حرکت کنند اردوغان افسود به سراحت میگویم بشار اسد تروریست است و حل بحران سوریه با وی امکان پذیر نیست پس از مدتها سکوت ترکیه در قبال رژیم سوریه نهایتا روز گذشته رجب طیب اردوغان بار دیگر همچون سالهای گذشته خواستار برکناری بشار اسد از قدرت شده رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشست مشترک خبری با قائد السبسی همتای تونسی خود گفت حیات سیاسی در سوریه با حضور بشار اسد ممکن نیست او گفت نمیتوانیم در قبال کشتار یک میلیون شهروند سوریه بی تفاوت باشیم با حضور اسد آرامش و صلح سور در سوریه برقرار نخواهد شد از زمان نزدیکی ترکیه به روسیه و ایران اروغان سیاست محافظ کارانه تری نسبت به رژیم اسد اتخاذ کرده اروغان که خود از مخالفان جدی اسد در منطقه به شمار می در طی 6 سال گذشته همواره خواستار کنارگیری اسد از قدرت بوده اما در سوی دیگر بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه که به عربستان سعودی سفر کرده پس از دیدار با پادشاه و ولیعهد این کشور گفت همکاری مشترک دو کشور در همه زمینه ها نه تنها برای ترکیه و عربستان بلکه برای صلح منطقه و بین المللی لازم و ضروری است اگرچه ییلدریم پنهان کند که کشورش با عربستان در مورد مسائل منطقه اختلاف نظراتی دارد اما میگوید طبعا نمی توان گفت 100 درصد در همه موارد اشتراک نظر داریم اختلافاتی نیز میان دو کشور وجود دارد اما ما سعی می کنیم که این موارد را به صورت صمیمانه مورد بحث و گفتگو قرار بدهیم تحولات اخیر بیت المقدس از مهمترین موضوعات سفر نخست وزیر ترکیه به عربستان است ترکیه در زمینه موضوع قدس انتظار دارد عربستان با دیگر کشورهای اسلامی همکاری بیشتری داشته باشد اما یک قانون جدید در ترکیه این روزها دو رئیس جمهور سابق و کنونی را رو در روی هم قرار داده روزنامه حریت می رئیس جمهور سابق ترکیه عبدالله گل نسبت به عواقب اعطای مسئولیت غذایی به شهروندان بر اساس حکم حکومتی جدید ابراز نگرانی کرده و از دولت ترکیه خواسته در این زمینه تجدید نظر کند انتقاد عبدالله گل به یک حکم حکومتی جدید است که بر اساس آن شهروندانی که در ساعات اولیه کودتا به خیابان ها ریختند و با کودتا چیان مبارزه کردند برای اعمالشان از تعقیب قضایی مسئول خواهند بود ابهامی که در این حکم وجود دارد باعث بروز این نگرانی شده که در رویدادهای مشابه کودتا یا حملات تروریستی شهرمندان دخالت کرده و درگیری و خونریزی اتفاق بیفتد. برخی سیاستمداران نیز نگرانند دولت با این اقدام راه را برای تشکیل شبه نظامیان مسلح مدنی هموار کند احزاب اپوزیسیون منتقدان سیاستمداران و حقوقدانان از این فرمان جدید به شدت انتقاد کردند جدای از این موضوع قانون جدید در مورد الزام پوشیدن لباس یک شکل توسط زندانیان در ترکیه هم همچنان خبرساز است مصطفی کاراسو از اعضای ارشد پکاکا در واکنش به تصمیم دولت ترکیه مبنی بر وادار کردن زندانیان سیاسی به پوشیدن لباس متحدالشکل گفت زندانیان سیاسی در ترکیه در مقابل این سیاست مقاومت خواهند کرد و آن را با شکست مواجه خواهند کرد کاراسو میگوید در دهه هشتاد میلادی که خود من هم در زندانهای ترکیه زندانی بودم تعدادی از زندانیان در مقابل لباس متعدل شکل زندان مقاومت کردند که این موضوع موجب کشته شدن دو زندانی توسط نیروهای گار زندان شد او میگوید پس از درگیری شدید زندانیان با زندانبانان بالاخره حکومت ترکیه عقب نشینی کرد و از تصمیم خود منصرف شد